علی دام تمام. پلیس آگاهی عملیات ویژه. بفرمایید. در مورد بله بله گوشی. جناب سروان، از دادسرا تماس گرفتم. در رابطه با پرونده شهاب هاشمی میخوان صحبت کنم. وصلش کن. بله. سلام، سروان عطایی هستم، بفرمایید. بله. بله بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم از همکاریتون. متشکرم. خدا نگهدار. ببخشید جناب سرگون. همین الان از دادسرا تماس گرفتن. خب، ظاهرا شاکی شهاب هاشمی رفته شکایتشو پس گرفته. طبیعیه. شهاب هاشمی تو بیمارستان به در سازمانشون نمیخوره. همونجوری که ساختگی انداختنش زندان، الان باید آزادش میکردن. که بره دنبال جمشید کاظمی. بله، امروز فردا میگن حالش خوب، از بیمارستان مرخص شده. خدا نگهدار. جناب سرگور، ببخشید، عذر میخوام. از بیمارستان تماس گرفتن، مثل اینکه حال شهاب هاشمی خوب شده و میتونه برای ادامه محکومیتش برگرده زندان. سلام. سلام، چطوری؟ تو چطوری؟ خوبی؟ از امروز یه هفته مرخصی گرفته بودم. بعد از 3 سال با خانواده خیر سرمون بریم مسافرت. حالا کجایی؟ یه جای بی‌نامونشون وسط کلاک کرج، جای کلید هتل هم این گزارش دیده است. فقط یه جسد؟ فقط یکی. الهام اکبر نژاد. برادرش هم باید باشه. ایمان اکبر نژاد. اصل کاری اونه. بچه‌ها همه جا رو گشتن، فعلا که چیزی پیدا نکردن. چجوری کشته شده؟ یه سیخ فرو کردن تو گردنش. اوخ 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 اوخ. ممکنه کار خود داداشه باشه. نه بابا، بعیده. اینجور کشن که کار هر کسی نیست که. برحال ما تا وقتی مدرک قابل قبولی پیدا نکنیم، متهم اصلیمون ایمان اکبر نژاده. احتمال دیگه هم میدین؟ ممکنه با همدستی کسی این کار رو کرده باشه، یا اینکه قاتل خواهر رو کشته برادر تونسته فرار کنه. خب، احتمال سوم اینه که قاتل این یکی رو کشته، اون یکی رو به خودش برده. یه احتمال دیگه هم هست، هرچند خب خیلی منطقی نیست، ولی خب احتمال دیگه این که ببین تو اصلا به کی مظنونی؟ من جمشید کاظمی، همون که از زندان فرار کرده. همینو که هم داشتی. خیلی ممنون که خبرم کردی. یه کپی از این میخوام. خرج داره. خب ولمون کن، تو که همیشه بازنده ای. تو که اینقدر از خود مطمئنی، نگران چی هستی؟ فقط 3 تا گلوله، 2 تا اصلا یک قبوله. اوکی، حالا که نرفتی سفر همین فردش 8 8 ای بابا شما کار تموم شد. بیا بگی مالکیت ویلاها و خونه های اطراف بررسی بشه. بله. شاید بشه ارتباطی بین مجرمین فراری یکی از ساکنین محل پیدا کرد. بله.
بیرون چه خبره؟ الام کجاست؟ رفت. رفت؟ کجا رفت؟ چه میدونم، خونه تهران. سوار ماشین شد رفت. سویچ ماشین پیش منه. با چی رفت؟ وقتی بیهوش بودی از جیبت برداشتم گذاشتم رو ماشین که به تو سوار ماشین شد. داری دروغ میگی؟ اینجا را از کجا پیدا کردی؟ ویلای علاقی پدرم. پس پلیس اینجا را هم پیدا میکنه. اگه منظورت اینه که الهام خبر میده، نه. اگه میخواست این کار بکنه تارو کرده. هیچ جا هم نیست. اینجا همه. بذار برم. میری. هر وقت کار من را افتاد تو هم میری. اینجا تلفن داره؟ نه، اینجا هیچ کدوم از خونه هاش فعلا تلفن نداره. تو چرا از ایران نمیری بیرون؟ عکسات همه جا پخش شده. تحت تعقیبی. به الهامم اعتباری نیست. لوم میده. یه رفیق دارم از مرز افغانستان آدم قاچاق میکنه. دو سه روزه میتونه ببردمون بیرون. پولشو خودم میدم. خبرش کنم؟ کارد من کجاست؟ کارد من کجاست؟ کارد من کجاست؟ اگه حرف نزنی دلیلی نداره زنده نگهت دارم. از تمام ندارم از چه فکر میکنی از این کارت من بکاپ ندارم؟ یک ساعت فرصت داری فکر کنی. جناب سرکار، شما سعیت ثبت اسناد استان البرز رو پیگیری کن. همین الان. چه خبر بچه ها؟ خسته نباشید جناب سرکار. یه دقیقه تشریف میارین. قربان، دو تا دکل BTS تو منطقه خونه امن کاظمی وجود داره که روزانه صدها سیم کارت از خدماتشون استفاده میکنن. تو این سیم کارت ها من فقط یه سیم کارت رو تونستم پیدا کنم که هیچ مکالمه‌ای نداشته و فقط تبادل دیتا داشته. مسابقه‌ای که از جمشید کاظمی داشتیم احتمال دادیم که این خدمات اون باشه. اما چون از VPN استفاده می‌کرده هیچ ردی از IPش نتونستیم بزنیم. بعدش چی؟ همین سیم کارت تا 4 ساعت بعد از عملیات پلیس هنوز روشن بوده تا اینکه حوالی کرج خاموش شده. تا الان روشن نشده. من این منطقه رو سرچ کردم. هیچ سیم کارتی رو نتونستم پیدا کنم که فقط برای تبادل دیتا در واقع مورد استفاده قرار گرفته باشه. با این حال تمام سیم کارت‌هایی رو که علاوه بر مکالمه از GPRS هم استفاده می‌کردن تحت نظر گرفتیم. نه، این پیگیری‌ها کافی نیست. اون هر آن امکان داره سیم کارتشو در رو بندازه بیرون، یه سیم کارت جدید بردار استفاده کنه. سعی کنین مک آدرس گوشیشو پیدا کنین. اینجوری میشه ردشو زد. در حال قربان. بررسی دانلودهای آفلاین چی شد؟ عطایی. قربان، تعداد ماهواره‌ها خیلی زیاده. یه تیم 15 نفره مشغولن. بیشتر اطلاعاتمون هم مربوط به خرابکاری‌ها و ترورها و جریانات خاورمیانه است. تفکیک اطلاعات و کشف ارتباط اونا با بحث امنیت ملی ماست که زمان میبره. خب اولویت اول ما اینه ها بچه‌ها. خانوما، علی خانی، انصافی، پرونده متفرقه رو فعلا کاری نداشته باشین. بیاین کمک بچه‌ها. جناب سرگرد، من فیلم پرنده‌مون رو الان دوباره نگاه کردم. رو پشت بوم خونه ام یه دیش دیتا نصب شده بود. خاطرتون هست؟ آره درسته. چرا موقعیت جهت رو بررسی نمی‌کنین؟ من روش کار کردم جناب سرگرد. روی یوتلسات بود. یوتلسات؟ حالا برو. خب یوتلسات رو یاد چی میندازه؟ 7 درجه. آره دیگه. فرکانسی که از ایمیل آذر مرادی در آوردی؟ بله درسته قربان. بچه‌ها تمرکزتون رو بزنید رو دیتاهایی که از این فرکانس‌ها دانلود شده.
سپهر. در ازای اون همه کاری که برات کردم یه اسم توقع زیادیه؟ تا هنوز درگیری یه اسم کامران؟ ببین بهشون بگو من لیست خاموشو پیدا کردم، اگه کسی حاضر نشه جوابامو بده میذارمش رو اینترنت. کسی باور نمیکنه، اون لیست همه چیز سیستم. ای کسی بتونه؟ من کسی نیستم سپهر. اول سه مورد آخر رو میذارم، اگه ترتیب اثر ندن همه رو لو میدم. سنگ بزرگ؟ میتونن امتحان کنن اگه حاضرن هزینه‌شو بپردازن. خوشحالم قد عصبانی، من اصلا زنگ زدم یه اسم آدرس بهت بدم، کسی که میتونه حرفاتو گوش کنه و متعال کنه. خوبه؟ بگو. یاداش کن. یادم میمونه شهرک صنعتی شمس‌آباد، خیابان صانعی. صدای آبا دوست داری؟ اون روشون میرسه دستون میرسه درد داری؟ پارده من کجاست؟ فکراتی کردی؟ کجا قایم میشه؟ ها؟ تو همین خونه هست؟ تو بار شاید تو ماشین جا سازی کردیم یا زیر شیر بودیم. ها؟ وقتت داره تمام میشه، من میرم بیرون که هم کسی همو خرید کنم و برمیگردم، بعد تو اون موقع وقت داری. هکرها از یه سری نرم افزارا استفاده میکنن که اصطلاحاً بهشون میگن دروغگو، که ما تونستیم چند تاشون رو پیدا کنیم. قربان ملاحظه بفرمایید، من فکر میکنم جمشید کاظمی از این نرم افزار استفاده کرده باشه. از این نرم افزار اولین بار چند تا جوون بیپول هکر تو لاس وگاس استفاده کردن، صبح با چند دلار وارد شدن و وقتی از قمارخونه خارج شدن میلیونر بودن. چطور؟ اونا به سرور مرکزی مرکز تفریحی نفوذ میکردن و زمانی که سیستم ازشون میخواست میزان پولی رو که در واقع برای بازی میذارن اعلام بکنن، اونها از طریق این نرم افزار دروغگو یه رقم غیر واقعی بسیار بالا رو اعلام میکردن که شاید صدها یا میلیون ها دلار بیشتر از اون مبلغ واقعی بود که پرداخت کرده بودن. یعنی این نرم افزار با تنظیماتی که بهش داده میشه یه کد عددی رو میتونه توی فاصله زمانی مشخص چندین برابر بکنه. بله قربان. جمشید کاظمی هم به خاطر همین موضوع از این نرم افزار استفاده کرده. زمانی که قرار بوده 160 میلیون دلار به حساب سارمی واریز کنه، فقط 160 دلار واریز کرده، بعد اونو تو 6 مرحله افزایش داده. خب اگه نرم افزار یه همچین توانایی داره، بانک‌ها چجوری میتونن در مقابلش ایمن باشن؟ جناب سرکار انصافی، ما مسئول امنیت شبکه بانک صحبت کرده. جناب سرکار انصافی، بانک چی شد؟ داشتم گزارش تکمیل می‌کردم. مهندس میرزایی رئیس بخش آی‌تی بانک میگفت این اتفاق توی محاسبات دیده نشده، بلکه توی صورت حساب رؤیت شده. پس در حقیقت هیچ تغییری تو سیستم بانک به وجود نیومده. فقط صورت حساب افزایش نشون میده. دقیقاً. قربان جناب سرورم اومده. سلام. سلام. سلامتی چه خبر؟ با سارمی صحبت کردم. دستیاره جمشید کاظمی رو شناسایی کرد. هر سه‌شون. ظاهراً ایمان اکبر نژاد خودشو به عنوان اشکبری رئیس شرکت پیابی معرفی کرده. خواهرش نقش منشی شرکت رو بازی می‌کرده. بابک هم اونجا دیده بود. دیگه بیچاره با وجود اینکه بهش اطمینان دادیم برای حساب بانکی و اعتبارش توی سازمان بورسیش اتفاقی نیفتاده، ولی هنوز حالش بد بود. اصلا شوکه شده بود، نمیدونست چه اتفاقی افتاده. جمشید کاظمی کجا این قضیه بوده؟ نمیشناختش، عکسش هم نشون دادم، گفت تو سازمان بورس اطلاعیه فرارش زدن، اگه دیده بودم حتما میشناختم. حالا کجاست؟ چیکار داره میکنه؟ Thank you.
بفرمایید با کی کار دارید؟ این آقای مهندس چیز مرد کارای بزرگ، فکر نمیکردم اینجا ببینمت. باید با یکی حرف بزنم. راجب شهامتت زیاد شنیده بودم، اما فکر نمیکردم با این حالی که داری تا اینجا بیای. ولی خب حرفتو بزن. خواستم تواناییام هم بشنوی. هیچکس تو توانایی تو تردید نداره. اگه ناتوان بودی که هیچ وقت جذب سیستم نمیشدی. پس برای چی هست؟ وقتی سیستم با کسی دست میده همه توانایی اون رو میخواد. تو همه توانایی تو در خدمت شبکه نذاشتی، بنابراین باید از سیستم حذف میشدی. این همه موضوع نیست. با این وجود باشه قبل، الان یه فرصت میخوام. این دیگه در حیطه اختیارات من نیست. کی تصمیم میگیره؟ بگم من اسم ببرم؟ من یه کار بزرگ کردم. بورس قشنگ بود، تونستی اعتبار بورس رو زیر سوال ببری و تو این بحران جهانی اعتماد مردم نسبت به ساختار اقتصادی ایران خدشه‌دار. آفرین. آره بزرگی انجام بده، اما بازم یک حرکت خودسر و برنامه ریزی نشده. خب برنامه بدیم. هر کاری که هیچ کس نمیتونه انجام بده به من بده، من انجام میدم. میخوای سیستم پلیس رو با هم بریزن؟ شرکت نفت، انرژی هسته‌ای، اینا همیشه تو اولویت شبکه قرار داشت. 3 تا گروه مستقل دارن روش کار میکنن. 2 ساله که نتونستم وارد سیستم بشم. من میتونم. به هر حال از این که با پای خودت اومدی تا حذف بشی ازت ممنونم. زنده ای؟ برگشتی؟ دارم از گشنگی میمیرم. من گشنگی رو حس نمی کنم. یه دستم رو باز کن، بذار تموم شه. من جبران میکنم. تا تو باشی دیگه قهرمان بازی در نیاری. فکراتو کردی؟ یادت اومد آرد من کجاست؟ یه هنوز بخوای به این بازی ادامه بدی؟ من به دردت میخورم کامران.
بیا دستامو باز کن، یه فرصت به هم بده. فرصت؟ قرار ما یه ساعت بود، شب شده و تو هنوز زنده. من هم که هنوز به خوردم نرسیدم. یه دوست برم نمیتونم به اعتماد کنم. کامران پس چرا سهامو دوباره سر جاش برگردونده؟ میتونست به راحتی با یه قیمت کمتری مشتری پیدا کنه و تبدیل پولش بکنه. دقیقاً. من راجع به این موضوع خیلی فکر کردم جناب سرهنگ. منم متوجه نمیشم چرا باید کاری که با این درد سر انجام داده خودش خونسا کنه. فرضیه اول اینه که میخواسته یه چیزی رو به یه کسی ثابت کنه، مثلا تواناییش. بازم دلیل نمیشه سمو برگردونه سر جاش. من حدس میزنم یه تهدید بوده، یا برای ما، یا سازمان بورس، و یا کی؟ نمیدونم، شاید یه کسی دیگه کامران جدی نمیگیره. تو یه بار اونو دستگیرش کردی و تحویل قانونش دادی، به همین دلیل نمیتونم زیاد بهت فشار بیارم. فقط ازت خواهش میکنم تمام تمرکز رو بذار روی این پرونده، هر چیز رو ترجمش کن. چشم. کامران عزیزی. بله قربان. دیتابیس سازمان ثبت اسم و درمان چک کردی؟ بله همین الان داشتم اسامی مالکین رو بررسی می‌کردم. قربان پیداش کردم. عیسی اکبر نژاد. این اسم پدرشه دیگه نه؟ بله. یه ویلاست تو کلاک کرج. خیلی خوب. آدرس دقیقه ملک رو درانید. سیم کنید روی دیتابیس.
پس هارد اینجا قایم کردی. یه قلم بیای جلو میندازمش برو. اجا تکو نخور. اکبر نژاد. اکبر نژاد؟ ایمان اکبر نژاد؟ کامران دنبالت بود؟ اون الان اینجاست؟ ایمان اکبر نژاد. اکبر نژاد از جمشید کاظمی این بلا رو سر زد. بله. چجوری دستش در رفتی؟ یه ساعتی خونه نبود، دستمو باز کردم. همون بیرای پدرت دیگه. بله. می‌شناسی؟ همون جایی که الهام اکبر نژاد پول می‌کرد. بله. الهام؟ الهام کجاست الان؟ خواهرم الان کجاست؟ آروم باش، خودتو کنترل کن. تعریف کنم ببینم چه اتفاقی افتاده. عطایی، بپر پشت ساختمون. مطمئن تو ماشین مراقب باشید. یا تو همینجا مراقب باش. عطایی
قربان پاکه پاکه، هیچ خبری نیست. قهوه معروف همینه؟ فکر میکنیم برگرده؟ امکان نداره. فکر نمی کردم تا الان نگرش داشته باشی. ماشین عالیه، من که خیلی ازش راضی بودم. تریومف 76. من تو زندگیم خیلی ماشین داشتم، مدلای روز دنیا، ولی هیچ کدومشون این نمی شد. عاشقش بودم. اینقدر دوستش داشتی که تا انداختیش به من چند سال غیب شدی؟ قیافتو چرا اینجوری کردی؟ چطوری بچه معروف؟ کلاگیسه؟ عکستو دیدی تو باشگاه؟ اسم اون رفیقت گفتی چی بود؟ علیرضا. ردش کن بره. نمیشه، باوشتر از این حرف هست. ای تو باوش نیستی؟ هم خونم هم چجوری دست به سرش کنم؟ بالاخره اونم اندازه من از این خونه سهم داره. من سهمشو میدم، ردش کن بره. موضوع فقط خونه نیست، با هم داریم روی پروژه کار میکنیم. پروژه؟ آره، یه نرم افزار امنیت شبکه است. یه از موقعی که تو رفتی کسی به ما کار نمیداد که آدم شدیم، فقط کارهای قانونی. واقعا؟ جون خودم باور نمی کنی. اون موقع تو بودی سفارش تخریب می دادی، سفارش هک می دادی. الان فقط همه به فکر امنیت شبکه. ببین کی داره از امنیت شبکه واسه من حرف می زن. یه بلکهکر جونور که هیچ سایتی از دستش در امان نبود. از امنیت شبکه حرف می زنی؟ ردش کن بره. نمیشه بابا، پلیس سایبری را افتاده.